ردیف اول بذار من این لینک رو بر شما بفرستم. مثل همیشه دوستمون آقای شفیعی مهندس چون زحمت میشن این لینک رو برای ما میذارن تو قسمت لینک ها، دوستان هم بردارن. خب همونطور که مشاهده میفرین ردیف اول بیت کوین میبینن، همه قیمت پرایس ATHش 48753 هست، 12/2/21 این اتفاق افتاده که میشه روز قبل، امروز 13 هم هست، 13 فوریه. و اینکه یه ATH ساخته که مربوط به روز گذشته است، current پرایسش 47 هستش الان و 2% تا ATHش فاصله داره. و اینکه از یعنی بعد بره بالا و بخواد به حد اکثر ATHش برسه، معادل همین رو اومده درصدی در نظر گرفته از فاصله ای که از ATH داره. بیایم ببینیم اینجا رو نگاه کنیم کدوم ATH from ATHش زیاده. 15% مربوط به تتر، ما کاری باهاش نداریم با تتر. تتر به عنوان استیبل کوین میایم پایین. 30% برای کاردانو، 81% برای ریپل XRP. ببینید این ریپل منتظر و مترصد اخبار مربوط به هفته دوم اسفند که مرتبط با همین نتیجه دادگاه بین سازمان بورس اوراق بهادار امریکا و XRP، چون XRP مدعی شده که شما اگه میگی من اوراق مشارکت خارج از سیستم شما منتشر کردم، اتریوم هم همینه و بقیه. حالا یه سری کشورها، من همچنان که میبینیم تو ژاپن هم خیلی دفاع میکنن از XRP، میگن نه این اصلا اوراق بهادار نیست، توکن هست. تو انگلیس همین اتفاق افتاده و حالا شاید یه چیزای دیگه پشت داستان وجود داشته باشه. حالا همه اینا رو گفتم به این اشاره کنم که این میتونه، این لامصب میتونه پتانسیل خوبی برای رشد باشه. اونایی که به قول افشین قطبی دل شیر دارن، نمیدونم، خیلی آدم های با جرأتی هستن و برای یه تیکه از سبدشون مثلا یه 5% یه 10% یا کمتر یا بیشتر یه ریسک آنچنانی در نظر گرفتن، شاید داشتن XRP یه مقدار حالشون رو خوب کنه. من خودم هم دارم این ارز و فعلا هم فروشنده نیستم. برای نوسانگیری هم اگر روندش رو دستت اومده باشه خیلی قشنگ میتونی انجام بدی. و اتفاق باحالترش چیه؟ اتفاق باحالی که افتاده که من احساس میکنم که این میتونه با این ATHی که فاصلهی که داره یه دفعه حجم قابل توجهی رو جبران کنه و برگرده، این هستش که خیلی از صرافیهایی که صرافی معتبر کوین بیس و عرشبت که کراکن و رابین هود و اینا که بیشترشون بیسه امریکایی دارن، بایننس که میدونی توش سیشله، جزیره سیشله، اینها خرید و فروش بیت کوین رو بستن. خرید و فروش خرید و فروش XRP رو تو پلتفرماشون مسدود کردن تا نتیجه دادگاه بیاد. الان هم یه سری دارن تو دنیا میخرن. دست اینا هم از همه جا میگن خورما بر نخیل دست ما کوتاه، دستشون نمیرسه. یعنی منابع مالی اونا وارد نشده هنوز توی این، که اگر به لحظه که این محدودیت برداشته شه و این پول بیاد توی این، فوق العاده رشد میکنه. به اضافه اینکه اون ریو کرده بود که میگفتن ما یه دونه BTC که نمیتونیم بخریم، دنبال یه چیزایی هستم که زیر. من انقدر از این پیام گرفتم که جالبه برام، حتما یه ویدیو میسازم یا یه لایف خواهم رفت در خصوص اینکه ارزای زیر یه دلاری چیا هستن، مثلا ببینیم کدوما به درد میخوره، چقدر از سبدمون بهش اختصاص بدیم. و این ATH به من میگه 81% فاصله داره تا بالاترین قیمتش که 3.29 دلار بوده در تاریخ 4/1/2018 اتفاق افتاده. و این رشته میتونه رشد با ارزشی باشه. البته از این عددی که داره بخواد به این چیزه برسه، از این 61 سنت بخواد به 3 دلار برسه، 4.3 دهم بعد رشد کنه، یعنی 432% بعد رشد بکنه که 332% نت پروفیت شما توی این معامله میشه، که
ازش میتونید استفاده کنید. کمترین، ببخشید من یه چیزی رو اصلاح کنم، این from ATH یعنی اون پایین ترین عددی که وجود داشته و اینجا هم بالاترین فاصله ای که میتونه داشته باشه تا قله شو داره بهمون معرفی میکنه. بیاین پایین تر نگاه کنیم، این عدد بزرگا رو نگاه کنیم، مثلا دیگه چیز به درد بخور، اینجا لایت کوینه، این لایت کوین آینده خیلی خوبی داره، اخبار خوبی هم پیرامونش هست. پس من از طریق ATH به این نقطه رسیدم که میتونم اونهایی که فاصله زیادی تا سقف قله تاریخیشون دارن رو توی واچ لیستم بذارم. با بررسی عمیق‌تر توی اونها، توی واچ لیستم زیاد نرین چیزای عجیب غریب رو بگن. ببین ما مثلا این 20 تای اول به من خیلی کمک میکنه، یه حس خوبی از بازار ای او اس هم مثلا همین حالت داره که فاز هنوز جای جبران داره، یا مثلا بیت کوین کش هم به همین منوال، بالاترین قیمتش 3970 بوده، الان 598. میدونید دیگه فرق بیت کوین و بیت کوین کش رو میدونید چی بود دیگه، فورک خورده بود. فورکی که یادتون هست انواع داشت، سافت و هارد، این کدومش بود؟ درسته. خب در خصوص کوریلیشن میخوایم صحبت بکنیم. ببینید ضریب همبستگی، من این سایت بیت اینفو چارت هم بیارم، ضریب همبستگی داره ارتباط چی رو مطرح میکنه؟ ارتباط بین دو تا رمز ارز رو داره با هم مطرح میکنه، یعنی داره به من میگه که این دوتا رفتارشون با هم چجوریه. خب به قول این خارجی سوات، حالا فهمیدم که چیکار به چه درد من میخوره، کاربردش چیه این تیکه آمار. همونطور که گفتم این دامنه نوسانش از منفی یک شروع میشه تا یک مثبت، صفر در حالت خونسایی که هیچ ارتباطی بین این دوتا وجود ندارد، منفی یک ارتباط قوی و معکوسیه، مثبت یک ارتباط قوی و همسویه. فایده، وقتی بازار بولیشه داره میزنه میره بالا، من هر چقدر سبدم اون رو ببرم سمت اون نزدیک به هم باشه، این ارزایی که دارم انتخاب میکنم نزدیک یک باشه، یک که نمیشن چون جنسش باید جنس خودش باشه، لذا یک نمیشه، ولی نزدیک به هم باشه، هفتم هم باشه عالیه. زمانی که برعکس اینه، میخوام که استراحت، بازار سایت شده، یعنی اصطلاحا نه بیریشه نه بولیشه، این وسط رنج داره بالا، یه ذره بالا میره، یه ذره میاد پایین، یه ذره مثلا اسلام میکنه، یعنی متعادله، یک دریای آرامی هست که شما بر ساحلش نشستین، بهترین زمان برای این هستش که از این منفی ها استفاده بکنید. یعنی وقتی این رفت بالا بفروشیش، بیای با اون ارزی که رابطه با این منفی داره، بعضا حالت معکوس ندارن ولی به صفر نزدیکترن، یعنی ارتباط با هم ندارم، میتونی بیای رو همینا خودتو هج بکنی، یا اینکه نه مثلا اگر منفی پیدا کردی که توی کریپتو نداری، بیای چیکارش کنی؟ به عنوان معاملات الاکلنگی ازش استفاده کنی، از این بپری رو این یکی، که تو بازار بورس این اتفاق به کرات میفته. و ضمن در نظر داشته باشین که اونهایی که رابطه قوی تری نسبت به هم دیگه دارن، بعضا شروع حرکت های صعودیشون و نزولیشون با یه لگ زمانیه، نه اینکه یکی دو روزه و اینا در نظر بگیرید، شاید مثلا حتی یک ساعت هم عدد زیادیه، بسته به ارزش که دیگه باید اینا رو چشمی چک کنید تو بازار، اینا که با هم ارتباط قوی دارن میری لیستش میکنی، میای نگاه میکنی، مثلا میگه این چهارتا با هم ارتباط خیلی قوی دارن، این اگر شروع میکنه به رشد کردن توی فاصله زمانی، شما میتونید بیایید دو تا پله پایینتر، دو تا ارز دیگه‌اش که یه خورده آروم‌ترن، هنوز پول سمتش نرفته، بری اونا رو بگیری. دقیقاً اتفاقی که براتون توضیح دادم که یه سری صرافی‌ها، شما این صرافی خارجی ایرانی تیک معاملاتی بود دیگه، که فکر می‌کنم یکی از دوستان پرسیدن توی همین کلاس بود اگر اشتباه نکنم، بحث این بود که خب من این بیرونیه رو دارم نگاه می‌کنم، این اپلیکیشنم که تو جلسات مربوط به ایتازی بهتون گفته بودم و قطعاً چی ازش استفاده کردین، یکی از اون اپلیکیشن‌های خوب چی بود دوستان؟ تاب تریدر، که با فیلتر شکن هم باید باز میکردیم و براتون این امکان رو فراهم میکرد که به راحتی بتونید حتی نوتیفیکیشن هم براش ست بکنید.
من دارم اینو میزنم که باشه. حتی این مکتی هست که حالت تایم فریم کوتاه و بلندش اگر کراس بکنه با هم دیگه سیگنال مهمیه. منتظرم اون بیاد براتون نمایش بدم. شما روی XRP ببینید چه جوریه، که اتفاقا من صبح داشتم روی XRP نگاه میکردم، دیدم که یه اتفاق مثلا یه پترن خوشگل همراه با روند بلند مدتی به درش به وجود بیاد، و همین خاطر میخوام بهتون نشون بدم. یه خود برید روش بخونید، به اضافه که از تو سایت کوین مارکت کپ میتونید برید آدم حسابیایی که تحلیل تکنیکال قوی تو این حوزه دارن هم ازشون استفاده ببرید. یک ماهش من بیارم ببینم اصلا شما میتونید صفحه منو ببینید. همونطور که میبینید یه کراس خوبی اون پایین داره شکل میگیره. این کراس زیر یک انجام شده، زیر خط صفر انجام شده، داره میاد بالا، و اینکه یک کندل خوشگلم اونور ساخته توی نمودار اون بالا که نگاه میکنید، که اگر بتونه یه مقداری خودش رو تکمیل بکنه دوستان ببخشید، میتونه آینده خوبی داشته باشه. این دیگه با این نرم افزار تپ تریدر من اینجا بنویسمش. این اپلیکیشن تپ تریدر رو بزنید میتونید ازش استفاده ببرید. خب من برگردم به داستان خودمون تو حوزه بیت اینفو چارت. این پس اول از همه دوستان یه بار برن مفهوم ضریب همبستگی رو ببینن دقیق، یه مقدار کمک میکنه این تیکه آمار که میتونه به همون اطلاعات خوبی بده، به اضافه اینکه حالا این کوریلیشنه هم بین اینها مفهوم ارتباط این دوتا رو با هم داره، میگه ارتباط خیلی قوی تر برای سبد همراه با ریسک بیشتر خوبه و بازار بولیشی. برای کنترل ریسکتون هم باید این ارتباطی یه جاهای منفی هم بشه، یه سری ارتباط های کمرنگ هم باشه که اگر یه دفعه بازار کلپس کرد ضرر زیادی نکنید. چه صندوق های سرمایه گذاری، چه افرادی که تشکیل پورتفولیو میدن از این تکنیک ها برای سرمایه گذاری خودشون استفاده میکنن. اینجا این دیتا رو داره، من اسکرول کنم بیام پایین. یه سری نکته دوستمون فرموده بودن، هش ریت هرچی بالاتر بره بهتر، بلاک تایم ها میدونید که این تایم بلاک ها الان هر 10 دقیقه است، کمتر و بیشتر هم میشه بر اساس ریسورسی که توی دنیا وجود داره. توییتر هم که گفتیم هرچی تعدادش بیشتر شه اول از همه خوب هست، اما شرط لازم هست کافی نیست. بعد بریم سراغ این سنتیمنت ها، بحث احساسات مربوط به اون که این حسه چیه، اگر زیاد شده حس خوبه یا حس بده، که هر کدوم باشه برای ما یک دستورالعمل ایجاد میکنه. رو آی سی او ها ضریب همبستگی نداریم به خاطر اینکه اولین بار عرضه میشه. همونطور که میبینید روی سهمایی که تازه آی پی او میشه تو بورس، اینیشیال پابلیک آفرین، عرضه اولیه که میشه، شما تا مدت ها دیتای قیمتی که نداری نمیتونی مثلا تحلیل تکنیکال روش بزنی. بازار سردرگمه، داره میره.